منطق اسلام چی میگه راجع به زلزله؟ آیا مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب بهارش در باب خلقت زمین روایات نقل کرده از منطق اهل بیت؟ امام صادق میگد زمین دارای یک رشته هاییست که سر اون رشته ها دست یک ملکیست در ام القرا مکه. پروردگار متعال هر وقت بخواد غضب بکند به یک نقطه معینی، به یک جمعیت معینی، امر می کند به اون ملک فلان رشته رو تکانش بده. فلان رشته رو تا تکان میداد، مثلا دانسوان قزوین زلزله میشه، مثل 10-11 سال پیش 20,000 نفر زیر آوار میمیره. میجنباند زمین را، میلرزاند زمین را تا اون گاز زمین از زمین رای پیدا کنه خارج. پیغمبر میگه بعد از مرگ من وقتی مردم زنا زیاد بکنن مرگ ناگهانی و سکت فراون می شود. خود کردین. پیغمبر اسلام میگد اگر زنه شوهر نداشته باشه، پسره زن نداشته باشه، این دوتایی برن با هم تماس بگیرن بدون خوندن صیغه عقد که بشه زنا، به پسره باید 100 شلاق بزنن شرعن، به این دختران باید 100 تازیانه و شلاق بزنن. اسلام میگه رو زمین اسلام و محیط اسلام زنا قدغن. وای به حال او اجتماعی که کنار شهر 4 میلیونیش یه مرکز فساد باشه، 3,000 تا زن آلوده در اونجا جا داده بشن، آماده باشن برای زنا، تمام این زنها درددار و مرضدار و گرفتار، این جوانها مثل دسته گل با یک جلسه تماس با این زنهای کثیف مبتلای به سفلیس و سوزاک و شانکر و اگزما بشن. اول کارخانه ریسندگی و کارخانه ماشینسازی، کارخانه شرابسازی باشه با تابلو و بنا و میکده، با این آیه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، چه می کنن؟ پسر تا عرق می خوره مردن چیزی بهش بگم؟ پسر تا شراب می خوره زبونا لال چیزی بگم؟ وقتی این جوانه عرق خور دونه شیشه آبجو و عرق و شراب برداشته، شب مارم از اون رفته، نمیدونم کنار دریا رفته، کرج رفته، چالوس رفته، شمار رفته، دنبال بیاری و حلواکی رفته، بله شیشه ها از عقب ماشینش در اومده، وقتی سقوط کرده تو دره، حالا که سقط شده و مرده با شکم پر از آبجو و عرق و شراب و ویسکی و کنیاک و گوشت خوک، حالا تو مجلس ختمش میگن انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب خوره وقتی میمیره تو مجلس ختمش میخونید آیه حرمت شراب را، چرا این بزره تا زنده بود نگهش نداشتی؟ آی رفیقای خوب، آی استادای خوب، آی پدرای خوب، آی سرپرستای خوب، آی اولیاء اینا، چرا به داد اینا نرسیدین؟ عجب؟ اونام همه یهودی هن؟ اونام همه ارمنی هن؟ اونام همه گبر هن؟ اونام همه لامذهب هن؟ اونام همه بیدین هن؟ یا اونام از اونایی هستن که تا چراغ شب جمعه و شب احیای ما رمضون روشن میشه یه مشتش
خودشون میان قاطی جمعیت قرآن ها رو سر بکه یا الله این قرآنی که رو سرت گرفتی و میگیم که یا الله یه آیش اینه انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان. جوونی که شب جمعه اومدی مهدیه دیگه تا سال دیگه دکون شراب فروشی ها نبیند امام زمان. جوونی که دل شب جمعه آمدی با این فشار خوشحالم هستی خودتو جا دادی در یک جلسه دینی و مذهبی دیگه امام زمان تو سینما ها نبینده. ای جوونی که آمدی زیر خیمه حجت ابن الحسن نشستی دیگه زیر سقف تماشا خونه ای به سر فاطمه نبینده. ای جوونی که آمدی مهدی یه قرآن رو سر بگیری و یا الله یا الله یا صاحب الزمان و الهی العفو خدا بد کردم و نفهمیدم و حوائجم و حتی میفهم. ای جوونی که ناله های امشب دینه دیگه اصلا لبات ترانه های عاشقانه و تصنیف و اشعار کثیف و فحش و یاوه و یاوه سرایی دیگه نشنو به امام است. ای سیل جمعیت خواهرها و مادرایی که نصف شب از اطراف و اکناب تهران با مردا و برادرها و شوهراتون اومدین، مردا این طرف شما خواهرها و محترمات اونجا نشستید پشت پرده، مبادا از امشب که گذشت فردا دیگه پسر فاطمه شما را تو این خیابونا با سر و سینه باز ببینه. دل شب جمعه میشه تو مهدیه پشت پرده باشید و روز جمعه تو خیابون با سر و سینه باز لای این همه مرد نامحرم.